بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزهایی که در روزه روا است. مقصد از مباح در فقه چیست؟ مباح چیزی است که با گفتن یا کردن آن اجر و ثواب و یا گناهی نیست. سوال: مقصد از مباح در روزه چیست؟ مقصد از مباح در روزه آن است که با کردن و یا نکردن آن به روزه تأثیری ندارد. سوال: آیا جایز است که از روی ترس بعضی مباحات را با گمان شکننده های روزه بودن ترک کنیم؟ بله، جایز است. سوال: اگر شخص مسلمان روزه‌دار به چیزی شک کند که آن از شکننده های روزه است، پس چیکار بکند؟ اصل آن است که مسلمان باید به چیزی حکم نکند مگر با دلیل های شرعی، که البته روزه با دلیل های شرعی از قرآن و سنت ثابت شده است. پس ما باید عقل را از قرآن و سنت پیش نگیریم و از شک و پیروی به عقل دور باشیم. سوال: آیا برای روزه‌دار جایز است که از روی ترس در طهارت مزمزه نکند؟ نه، این سخن صحیح نیست. شخص روزه‌دار در طهارت مزمزه میکند ولی با احتیاط که آب به درون داخل نشود. سوال: آیا بعد مزمزه آب باقی مانده دهان روزه را باطل میکند؟ اگر شخص روزه‌دار در وقت مزمزه آبی در دهان بوده را بیرون کند، پس باقی مانده آن اگرچه دهان تر باشد یا خشک به روزه ضرری ندارد. شخص روزه‌دار در گرمی تابستان چند مرتبه آب بازی کند، چی حکم دارد؟ هیچ باکی ندارد، اگر در حقیقت هوا گرم باشد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت روزه از گرمی به سر خود آب می ریختند. لیکن شخص روزه‌دار باید هوشیار باشد که به معده اش آب داخل نشود. سوال: فرق بین غسل از جنابت و غسل برای نظافت در روزه‌داری چیست؟ غسل از جنابت واجب و غسل برای نظافت و پاکی امر مباح است. ولیکن بعضی وقت غسل برای زینت نماز امر مستحب است. سوال: آیا استفاده ماده هایی که برای نرم خوشبویی و خوشرنگ کردن به دست روی میمالند برای روزه تأثیر دارد؟ برای روزه تأثیر ندارد. سوال: آیا برای زنان جایز است که در وقت روزه خود را زینت داده از خانه هایشان بیرون شوند؟ جایز نیست. در وقت روزه خود را زینت داده از خانه هایشان بیرون شوند، بلکه این عمل در رمضان و غیر آن حرام است. این عمل گناه بوده، سبب کمگردیدن اجر و ثواب روزه و قبول نشدن آن میگردد. سوال: حکم بوی کردن خوشبویی در وقت روزه چیست؟ هیچ بوکی ندارد. سوال: آیا در وقت روزه استفاده خوشبویی آبی که آن را به بدن یا لباس خود مالید از باطل کننده های روزه است؟ مالیدن خوشبویی از باطل کننده های روزه نیست. سوال: حکم خوردن طعام هایی که در بین دندان های شخص روزه‌دار باقی مانده است چیست؟ اگر آن چیزی کمی بود و او روزه‌داری خود را ندانسته آن را فرو برد، هیچ باکی ندارد. ولی آن بسیار باشد و آن را او دانسته فرو برد، پس روزه اش باطل است. سوال: آیا جایز است که شخص روزه‌دار در وقت روزه مسواک را استفاده برد؟ بله، در تمام روز استفاده مسواک برای شخص روزه‌دار جایز است و این عمل از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. سوال: آیا استفاده خاکه دندانشویی ثواب مسواک را دارد؟ بله، اگر استفاده خاکه دندانشویی به نیت عبادت باشد،
ثوابی نصف اجر دارد. سوال: آیا در وقت روزه معالجه دندانها جایز است؟ بله، معالجه دندانها در وقت روزه جایز است، لیکن احتیاط شرط است که آب و یا خون به درون داخل نشود. سوال: حکم آمدن خون از بینی در وقت روزه چیست؟ روزه او درست است که خون بینی با اختیار او نآمده است. سوال: شخصانی هستند که در مکان غبارآلود و یا بخار آب کار میکنند، آیا به روزه آنها تأثیر دارد؟ نه، به روزه آنها تأثیر و یا ضرری ندارد. سوال: در وقت روزه مادر چیزی را با دهان خود نرم کرده به کودک بدهد، آیا این عمل از باطل کننده های روزه است؟ در این حالت روزه او باطل نیست، برای آنکه حاجت بر آن دارد. سوال: آیا چشیدن چیزی از خریدنی ها و یا سنجیدن مزه طعام به روزه تأثیر دارد؟ به روزه تأثیر ندارد. سوال: آیا در وقت روزه تراشیدن موی و یا گرفتن ناخن من است؟ نه، من نیست. تراشیدن موی و یا گرفتن ناخن به روزه ضرری ندارد. سوال: آیا در وقت روزه شکار حیوانات و یا ماهیداری من است؟ نه، من نیست. شکار حیوانات و یا ماهی داشتن به روزه علاقه ندارد. سوال: در بسیار وقت هوا غبارآلود است، آیا به گلو در آمدن آن به روزه ضرری دارد؟ در آمدن غبار و یا دود به معده شخص روزه‌دار هیچ ضرری ندارد، برای آنکه آن طعام نیست. سوال: آیا استفاده هنه در وقت روزه برای زنان جایز است؟ بله، جایز است. سوال: آیا در وقت روزه به شخص روزه‌دار حجامه کردن جایز است؟ بله، جایز است، لیکن بعد افطار. سوال: اگر به لباس و یا بدن شخص روزه‌دار پیشاب کودک خردسال رسد، به روزه او ضرری دارد؟ به روزه و طهارت او ضرری ندارد، لیکن همان مکان نجاست را باید با آب پاک کند.